262 تو هم یه صحبت بکن، من واقعا باید برم الان 3 ساعت و 20 دقیقه است اینجا. سلام. سلام، خوبی؟ ممنونم. ببخش شما دیگه میخواییم برین، من خیلی دیر اومدم منظرم میخوام. بعد سریع میگم این که در مورد این چیزی که در مورد اختیار و جبر گفتین، باز یه سوالی که موند و خیلی سریع از رشت شدیم شدم، بعد توضیح دادین که من فکر کردم بعد بیان بپرسم، این بود که اگه بالاخره ما اختیار نداریم، خب چرا میخوایم کسی محاکمه کنیم؟ چرا باید دادگاهی باشه؟ خب این البته من بگم خودم هم مسلمانم هم اعتقاد دارم به این که اختیاری وجود داره تا حدودی، نه اینکه اختیار کنم و این که از این موضوع دارم بگم. و این که من یه چیزی هم بگم، به نظر شما این نیست که اگر هم ما دادگاهی داریم، این سیستم رو داریم، فعلا به این دلیل نیست که ما توی یک جبر تاریخی یاد گرفتیم که باید دادگاهی باشه؟ بله، خب میگن این دادگاه رو که داریم تو جبر بقیه و بقیه مجرمان آینده تأثیر میذاریم دیگه. میگن یه قاضی یه جواب کوتاه میگن یه قاضی گفته میگن یه مجرم گفته طبق قوانین نیوتن من مجبور بودم قتل انجام بدم، قاضی گفته منم مجبورم حکم تو بدم. دقیقاً یه چیز دیگه میگن، میگن که ما اگه اختیار نداریم چرا داریم مجازات میکنیم؟ من میگم خب اختیارم نداریم که مجازات نکنیم، یعنی خب یعنی بالاخره ما مجازات هم میکنیم اونم اختیارش نداریم. یکی این، یکی دیگه ببینید، بالاخره اختیار نداشتن معنیش این نیست که مغز ما بر اساس منطق و بر اساس امیالمون، بر اساس چیزایی که میخوایم تو آینده اتفاق بیفته، این کارا رو انجام نمیده. خب بالاخره ببینید، ما یه سری چیزایی میخوایم تو آینده اتفاق بیفته، یه امیالی داریم، خب، و مغز ما برده این هست که بر اساس این چیزایی که میخوایم تو آینده اتفاق بیفته یه رفتاری انجام بدیم که اون اتفاقات تو آینده بیفته. خب حالا چون بخواد اینکه این جبری هست و این اتفاق تو آینده قرار بود بیفته، معنیش این نیست که امیال ما رو مجبور نمیکنه که اون کارا رو نکنیم. خب ما میخوایم یه سری مجازاتی رو تو جامعه بذاریم که تعداد کسایی که جرم انجام میدن کمتر بشه. خب مثلا میخوایم فرض کنیم ما برای این میخوایم مجازات بذاریم، شما میگین خب شما مجازات رو گذاشتین و جرم کمتر شد، این از همون اول قرار بود اینطوری بشه، پس چرا اصلا این کارو کردین؟ خب ما مجبور بودیم این کارو کنیم. ما همیشه مغزمون به یک جایی خواهد رسید که امیالمون ما رو مجبور میکنه که یک جرمای رو مجازات بکنیم و تعداد جرما بیاریم پایین. این نوار رو هر هزار یک میلیون بارم عقب بیاری، دوباره پلی بکنی، دوباره امیال ما رو مجبور میکنه که یک مجازات بیاریم که جرما رو بیاره پایین که آسیبش رو کمتر کنه. خب یکی این، دوما این که تو اسلام بی خدایی مثلا میگن، خب بی خدایی مثلا باعث میشه که مثلا ما به اختیار این اعتقاد نداشته باشیم. اتفاقا تو دنیای خدا باوری هم جبر وجود داره. خب یعنی ما اگه همه چی رو ماتریالیستی نگاه بکنیم، همه چی کاملا بی اختیار و جبری خواهد بود، ولی تو دنیایی هم که خدایی که وجود داره، خدایی که همه چی رو آینده رو میدونه، تو اون دنیا هم همه چی جبری و غیر اختیاری باید باشه. خب برای اینکه خدایی که همه چی رو میدونه، یعنی خدایی که آینده رو میدونه چه قرار اتفاقی بیفته، پس آینده تعیین شده است و آینده غیر قابل تغییره. اگه خدا نمیدونه تو آینده چه اتفاقی میفته، اگه خدا میدونه تو آینده چه اتفاقی میفته، یعنی آینده تعیین شده است. اگه آینده تعیین شده است، یعنی آینده غیر قابل تغییره. اگه آینده غیر قابل تغییره، همه کار ما جبریه و ما اختیار نداریم. نه تنها اینکه خدا همه چی رو میدونه و اینکه خدا قابلیت همه چی رو داره، اینا با هم تناقض داره. خدا نمیتونه هم آینده رو از قبل بدونه و بتونه همه کار بکنه. برای اینکه بتونه همه کار بکنه، معنیش اینه که آینده قابل تغییره. پس خدایی که همه چی رو تو آینده میدونه و خدایی که قابلیت همه کار رو داره، به خودی خود با هم تناقض داره. یعنی اگه آینده تعیین شده است، پس خدا قابلیت تغییر آینده رو نباید داشته باشه. بفرمایید. من بگم الان کی؟ من کی بودی؟ من 262. بگو. شما الان از دو تا مغلطه استفاده کردیم. مغلطه اولتون، مغلطه دومتون این بود که اگه ما بدیم اونا هم بدن.
اگه بی خدا ها بدن، خب اسلام هم جوابی نداره برای این مغلطه دوم بود. بس بگم 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 اما این مغلطه دوم بود. مغلطه اولتو همین بود که خب کشی حالا چی کارش کنیم. خب مغلطه اولتون این بود، یعنی گفتیم که درسته ما مثلا نمیتونیم بگیم این آقا بنده خدا، مثلا حالا بنده خدا هم گفتید نگید شما بنده خدا، اون فردی که جرم کرده درسته که یه جرمی کرده و هیچ کس هیچ اختیاری نداشته، ولی به ما چه؟ ما این که هیچ اختیاری نداشته در جرم خودش رو میبریم محاکمه میکنیم این بچه زیر 18 ساله نفهمی رو که هیچی نمیدونه و ما داریم محاکمش، اختیاری نداره از خودش، ما محاکمش میکنیم به خاطر این که میخواییم که وقتی که حالا جامعه بیشرف کردی کم رفتیم جلوتر، ما دیگه از این خطاها نبینیم توی جامعه. در واقع این استدلالتون، استدلال اولتون این بود که ما خب ما این کار رو انجام میدیم به خاطر اینکه خب چی کارش کنیم، همینی که هست. استدلال دومتون این بود که حالا ما که بدیم یاد نداره، ولی اسلامتون هم بده. خب بگم من اول مغلطه اول من نگفتم بده، گفتم به این نتیجه میرسه و برای همین برای دفاع از حرف خودم نگفتم، گفتم یه چیز دیگه هم بگم، یعنی جدا از این. من نگفتم که ما حرفمون درسته برای اینکه اسلام هم به همین نتیجه میرسه، من فقط خواستم یه چیز دیگه هم اضافه کنم برای اینکه برای من جالبه که اینم بگم. خب یعنی این استدلال، من استدلالی نکردم ازش، فقط خواستم توجه به این موضوع بیارم. هیچ کدومش هم نگفتم بده، هیچ قضاوتی نکردم که من اصلا نگفتم کدومش بده کدومش خوبه. یکی این، یکی هم وقتی من نگفتم به ما چه، اتفاقا این که ما بدونیم اختیار توهمه باعث میشه که ما وقتی به مجازات نگاه میکنیم یه مقدار انسانگراتر باشیم. یعنی ما یه کسی، ما باید بدونیم که دلیل داشتن سیستم مجازاتی و اینا انتقام و خوشحالی ما از زجر کشیدن کسی که کار خلاف کرده نیست. ما میخوایم هزینه اذیت و آزار رو به جامعه کمتر بکنیم. خب یعنی ما میخوایم جرم کمترین مجازات رو داشته باشه که کمترین مجازات لازم برای پیشگیری از جرم بیشتر رو بکنه. خب یعنی ما اتفاقا برای اینکه میدونیم اینا اختیاری نیست، میخوایم مراقب باشیم که مجازات هیچ وقت به شدت بیشتر از اون چیزی که لازم هست نباشه. و ما اتفاقا من به عنوان یک انسانگرا فکر میکنم که وقتی یک مجرم رو مجازات میکنیم، این ناراحتی این از آزار و اذیت خود مجرم خودش یک هزینه است. من حتی یک مجرم هم فکر نمیکنم، من دوست ندارم به عنوان یک انسانگرا ببینم که اذیت و آزار داره میشه، یعنی زندگی که میخواد و نداره. ما انتقام نمیخوایم بگیریم، ولی ما به خاطر که هزینه برای جامعه، یعنی هزینه‌ای که جامعه باید بده برای آزادی این شخص، از هزینه این که این شخص داره میده انقدر زیادتر هست که ما داریم سود و هزینه رو با هم مقایسه میکنیم و میگیم خب این شخص و ما یعنی مجازاتش هم تازه شکنجه و اذیت و آزار نیست، این فقط آزادی حرکتش رو داره دست میده که باید یک جایی باشه که به بقیه، یعنی ما هدفمون اینه که این شخص به بقیه نتونه آزار بده و بقیه کسای دیگه هم که میخوان جرم بکنن ببینن که اگه جرم میکنن، تازه این به نفع مجرمای آینده خواهد بود، به خاطر اینکه ممکنه که مجرم نمیشن و میبینن و این هزینه رو نمیدن. یعنی کسایی که پتانسیل اینو داشتن که مجرم بشن، به خاطر اینکه دارن میبینن هزینه‌اش چیه، به نفع اونا هم هست که این هزینه رو ندن و به نفع جامعه هم هست. یعنی ما مجازات رو بررسی نمی کنیم، خب این حالا به ما چه؟ نه اتفاقا ما هم ناراحتیم که این داره اذیت و آزار میبینه به عنوان یه انسانگرا، ولی هزینه رو باید بدیم به خاطر جامعه. بفهمید راستش حرفاتون الان آخرش رو بگیم، دو تا تناقض داشت حال اینجا. تناقض اول این بود که شما توی حرفتون گفتید که یه کسایی که توی آینده میخوان مجرم بشن ممکنه مجرم بشن و ممکنه کاری کنیم نشن، این ممکنه رو هم گفتین و خب ما میدونیم نوار از اول زد شده روی یه چیزی و ما میتونیم از آخرش رو ببینیم و اگه مجرم شدن که شدن و دیگه نمیشن، این نمیتونیم تغییری درش ایجاد کنیم. همون در واقع ایرادی که ما به یک تا پرستان میگیریم که یا به خداگراها میگیریم که اگه خدا اعتقاد دارین، اگه به اراده مطلق خدا اعتقاد دارین، اگه به علم مطلق خدا اعتقاد دارین، پس شما چطور میخواییم بگیم که یکی ممکنه توبه بکنه، یکی ممکنه عمل درست انجام ده؟ تغییر بفهمید
نکته خیلی جالبی بود و برای هم سری من سری اینو جواب بدم، چون من خودم اشاره کردم که تو زندگی روزمره ما مجبوریم از این لغات استفاده کنیم. خب ما تو زندگی روزمره وقتی از اراده و امکان و محتمل و احتمال و اینا استفاده میکنیم با موقعی که در تو دنیای فیزیک و شیمی اینا صحبت میکنیم فرق داره. برای همین من گفتم که وقتی که یه نفر تفنگ میذاره رو سرمون میگیم که مجبور شدم، و وقتی کسی که تفنگ نمیذاره رو سرمون نمیگیم مجبور شدم. تو زندگی روزمره نمیگم جفتشو مجبور. یه نفر بیاد بگه تو رو خدا به من پول بده من فقیرم، من به این پول میدم، نمیام بگم این مجبورم کرد. خب در صورتی که تو دنیای فلسفه و فیزیک ممکنه من بگم که مجبورم کرد، برای اینکه مجبورم کرد، برای اینکه هیچ اراده ای من ندارم. ولی تو زندگی روزمره این دو تا سنیور ما کلمه ها تعریف جدایی داره، و این دو تا برای اینکه بتونیم مثلا با هم ارتباط برقرار کنیم، این دو تا سناریو رو از هم جدا میدونیم، یکیشو اجباری حساب میکنیم، یکیشو اختیاری. و تو زندگی ما اگه بخوایم تو زندگی بر اساس، یعنی ما این مجبوریم به خاطر کاربردی از این لغت ها استفاده کنیم، چون اگه نتونیم، اگه بخوایم همیشه دنیا رو به شکل غیر اختیاری یا جبری ببینیم، اصلا از کلمه احتمال، ممکن، غیر قطعی، اصلا نمیشه دیگه از این کلمات استفاده کرد. روش کاربردی این کلمات تو زندگی روزمره با این دنیای فلسفی فرق داره. یه کسی دیگه بود میخواد صحبت کنه؟ کی بود؟ من باید میرفتم، این طولانی شده. من فقط میخواستم بگم در جواب جبر اختیار، من در مقام یک مسلمان میگم جبر در اسلام وجود نداره، اختیار متو خدا به خاطر علم زیادش میدونه ما چه تصمیمی میگیریم. یعنی اینجوری نیست که ما اختیار نداشته باشیم، اختیار داریم. این تناقض میدونه، این تناقض. من میتونم حرف بزنم؟ بفرمایید. من آخرین صحبت، من آخرین حرفام بزنم دیگه، میتونم بقیه‌اش بمونه برای جلسه بعدی که ان شاء الله بود. ولی خیلی خوشحال شدم اومدی، ممنون که اومدی. ما مسلمون کم میاد بالا، دوست داریم بیشتر. لطف دارین شما. ممنونم، حتما. راستش این که من میگم به عنوان یک مسلمان ما اتفاقا هم جبر داریم هم اختیار توی اسلام، این نیست که فقط اختیار داشته باشیم توی اسلام. این آخرین نظرم بود و حالا خدا نگهدارتون. مرسی، ممنون از دوستی. بله بله، بگو. من یه چیزی رو توجه نکردین دوستمون. منم گلایور بگو. آخرین بگی نفر برم بگو. من میگم که این دوستمون باشه شش من هر زمان میگم که این دوستمون به این توجه نکرد که شما اگر میگی جبر داریم ما، ولی میگی که ما نسبت به 2 دقیقه آیندهمون الان رو مغزمون تأثیر میذاره. پس من اگر الان من میبینم که تو که کشور یه قانونی هستش که من نمیتونم اگر مثلا فلان کار رو انجام بدم همچین مجازاتی میشم، توی مغزم یک اتفاقات شیمیایی میفته که سمت این جرم نمیرم، ولی در کل این اجباره که جبره که به منو نمیذاره اون جرم رو انجام بدم. این درسته؟ من میگم به این نکته توجه نکرد که حتی 10 دقیقه قبل از جرمم اون اتفاق هست. این گفتش که آره از اول خب این قرار بوده این جرم رو انجام بده، یعنی توجه نکرد که 1 دقیقه قبل از وقوع جرمم اون تأثیر داشته تا اون اجبار رخ بده. درست. یعنی جرم انجام داد، مجبور بوده انجام بده. اگه ما مجازات گذاشتیم و این وجود مجازات باعث شد که تصمیم بگیره جرم انجام نده، اونم به طور اجباری باعث شد که روی مولکولای مغزش تأثیر بذاره که باعث بشه مجبور بشه جرم رو انجام نده. در هر صورت همش اجباریه. اتفاقا این که ما برای این جرم مجازات گذاشتیم اونم اجباریه. اونم تا ما هیچ کنترلی رو اونم نداشت. خب ما بریم دیگه. دقیقاً. آره. ببخشید جواب کردیم زیاد نگرد داشتیم. نه خواهش من که لذت بردم. من که دوست دارم که بیشتر بمونم، ولی کارهای دیگه هم دارم. شرمنده که مجبورم برم. خیلی ممنون آمین جان. ممنون از همتون. من ممنون که آوردی بالا. مرسی. ابلیس حافظ. ممنون که من آوردی بالا. خدا. خدا حافظ هم. ابلیس هم حافظ همتون. دو تایشون حافظت. فعلا.